اسناد منتشر شده توسط کانال قیامت و سرنگونی در رابطه با مجلس ارتجاع در درون رژیم و رسانه‌های رژیم همچنان موضوع بحث و جدال هست. در رابطه با ابعاد این مسئله گفتگویی داریم در این بخش با آقای اسدالله مصنا که همراه ما هستند در استودیو. سلام می‌کنیم به شما و خوش آمد می‌گیم. سلام به شما و به همه بینندگان عزیز. آقای مصنا، از مجموع اسنادی که تا به حال توسط کانال قیامت و سرنگونی منتشر شده چه ارزیابی دارید شما؟ بله، اون چیزی که تا حالا منتشر شده عرض کنم میشه از چند زاویه بهش نگاه کرد. اون چیزی که برملا شده و منتشر شده، یکی این مسئله که قبل از هر چیز افشای حقوقای نجومی و ولوله‌ای که تو رژیم ایجاد کرده که واقعا اون تو چی میگذره و برخی مجلس مجموعه چه مسائلی توش نهفته هست. خب این همطور که میدونین ولوله ایجاد کرده، تازه این نکه کوه یخیست که بیرون زده، چون هر روز بحثه حقوق مدیر کلها و رؤسا و هیئت رئیسه و خود قالیباف و اینا برای رو نشده هنوز. برای این از یه جنبه ولوله ایجاد کرده که دیگه خود رسانه ها و سراسر رسانه رژیم هم پر است. یکی از یه زاویه دیگه این اسناد نشون میده که چطور حتی خود اعضای مجلس که به اصطلاح از چند لایه و فیلتر خالص سازی شدن و تو مجلس وارد شدن، همینا هم به پا دارن و اسنادی رو شده که کنترل میشن، حواسشون به اینا جمعه که مبادا برفا اینا جایی دست از پا خطا کنن، به خیال خودشون یعنی به فرهنگ خودشون تو اختشاشات رابطه ای داشته باشن و به هر حال زیر کنترل باشن. یعنی از اینا هم خاطرشون جمع نیست دیگه. خب بلادرم کافی ببینه اون تو چه خبره. این هم یک نکته. نکته سوم اینی که بحثی که اخیراً اسنادش افشا شده بحث دور زدن تحریم هاست. دور زدن تحریم هایی که روی سیاست مماشات سواره، که مسئولیت مشخصی رو به یک کمیته ای دادن تو این اسناد دوش داره که هم وزارت اطلاعات توشه، هم اطلاعات سپاه توشه، هم بازرسی کل کشور توشه. این کمیته به هر حال این کارو میکنه فلان و این حرفا. کمیته مجلس این کمیته مجلس این داره، یعنی این کارو چیکار میخواد بکنه؟ قانونی کنه. حواسش باشه که چیزی پرپاش نشه، بازرسی هم باشه، کسی مزاحمشون نشه. به هر حال قانونیش کرده. خب فکر کنم حالا بعدن بیشتر منتشر شه، بیشتر باز بشه، ولی همین سه زمینه‌ای که من گفتم مشخص میکنه که این مجلس دارای چه محتوایی است. مجلسی که خمینی ملعون گفته بود که چی میگن اساره فضائله، کاملا مشخص میشه که اساره رذائل است و هر اون چیزی که از چپاول و دور زدن تحریم ها و کنترل اطلاعاتی و همه این چیزا ریخته توش سرجم شده، لباس قانونی هم دارن بهش میدن، یعنی نهادینه است، خیلی رسمیه. برای این مشخص میشه که این کار اینا همش قانونیه، قانون رژیم دیگه. قانون رژیم از بالا تا پایین قانونیش کردن برای چپاولگری، برای غارتگری، برای کنترل و برای سیاستشون. این مجلس کاری جز این نداره. اگر کسی فکر میکنه مجلس برای مردم بخواد کاری بکنه، فکر میکنم این اسنادی که منتشر شده کاملا مشخص میکنه چنین خبری نیست و مجلس داره چی کار میکنه و چه سمت و سویی داره. بله. حالا به نظر شما انتشار این اسناد چه پیامدهایی میتونه داشته باشه تا الان داشته؟ بله. ببینید، اولین چیزی که بلافاصله این اسناد که منتشر شد عکس العملش بیرون زد، اون تأثیر که تأثیر اجتماعی است که میگذاره. نگاه کنین، کیست که ندونه اکثریت مردم ما با فقر روبرو هستن؟ بله. چند ده میلیون زیر خط چین فقرن. کارتون خوابا، زبالگردا، بازنشستا که هر روز تو خیابونه. خب اینا میبینن در حالی که نون شبشون به نون شبشون محتاجن، در حالی که هزار ضابطه و قانون و آیین نامه برای اضافه کردن چند درصد حقوقشون بعد از چند سال رومیز میاد، اینجور چه چپاول و این حقوقهای نجومی تو مجلس چه داره خرج میشه. خب این در یک جامعه ملتهب و انفجاری آثار انفجاری داره و اون اولین چیزیست که رژیم ازش چیه میترسه. برای این بلا فاصله هم عکس العمل همون صبح که اینا منتشر شد، رسانه های رژیم بلا فاصله عکس العمل شب نشون دادن، یه دو مدت نه حقوق اینجوری نیست، حقوق اونجوری نیست. بعد رفتن اصلاً دیگه که وسطشو پاک کردن برای اینکه معلوم نشه. بعد رفتن تو مردم باستارو که خب مردم گفتن آقا بالاخره برای چی این پولا رو میگیرن، یعنی اینا اونجا چیکار میکنن که مثلا چه این پولایی میگیرن؟ خب اینا باید شفاف بشه ریخت. دیگه این هفته کل جامعه با چرخیده بود. هم چرخیده بود.
حالا من اینطور نمونهشو بگم که خودشون اعتراف میکنن، این خبرگزاری حکومت رساد داره نقل میکنه از کاظم پالیزدار که بعدن گرفتنش حرفا، میگه این دبیر وقت ستاد هماهنگی به اصطلاح اون موقع مبارزه با مفاسد اقتصادی این گفته بود نمایندگان مجلس در یک دوره 4 ساله حداکثر 1 میلیارد تومان حقوق میگیرن. پس این موقع اینو چیکار کرده؟ اون موقع سالا برخی ها 3 تا 4 میلیارد هزینه میکنن، یعنی فردی چند میلیارد هزینه میکند که حداکثر 1 میلیارد گیر بیاورد. او چقدر شیفته خدمت است؟ نهی داره میگه اصلا طرف میره تو مجلس برای چی؟ شیفته خدمت اونجاست برای چی؟ برای این میلیارد ها. این برای خود رژیم 3-4 میلیارد هزینه تبلیغاتشون میکنن میکنن بله. بله که اونو به دست میگیره. کسی که میگه 3-4 میلیارد میکنه اصلا بیشتر از این حقوق داشته میداشته باشه. میگه یعنی ببین چقدر به دست میاره که حاضر اعلان میکنه. همین چند وقت پیشم خود یکی از این شبکه مجازی یکی از مصاحبه‌های درون رژیم تو یکی از نماینده‌ها رفته بهش میگه داره صحبت میکنه اون کسی که نشسته توی شهرکی فلان، میگه شما به من فقط جواب بدین این پولایی که شما خرج میکنین که این جای انتخاباتونو تبلیغ کنی از کجا میاری؟ من میخوام به شما رأی بدم، میخوام بدم شفاف باشه. طرف دور میزنه هر جواب نمیده، میگه حالا اینا بذار. میگه چرا بذارم بعد؟ تو میخوای بری اون تو برای من کار کنی اول بگو این پولا رو از کجا میاری؟ یعنی داره بقول من میذارش در مقابل این حرف. پس برای من این مردم حالا ببین این مردمی که این حرفو میزنن حالا چه صحنه ای میبینن. یه نمونه دیگه، روزنامه حکومتی فرهیختگان مال باند ولایتی میگه کمتر از 20 تا انتخابات 12 دور مجلس شورا باقی موند. روشنه که هدف از این حمله و انتشار اسناد مربوطه چیزی نیست جز کاهش مشارکت مردم در انتخابات. حالا بگذاریم که مگه چقدر میخوان شرکت کنن که این کاهش، ولی اصل حرف اینجاست. بعد میگه اگر بخوایم دقیق‌تر به ابعاد موضوع نگاه کنیم، این هکرها نیستن که منجر به چنین اتفاقی میافتند میشوند، بلکه تصمیم سازان هستند که این حقوقهای نجومی را برای نمایندگان ملت تعیین میکنند، همان ملتی که رقم دریافتی کارگران و کارمندانش چندین برابر کمتر از نمایندگانش تو بهارستانه. خب اینا که خودشون هم تو کشتی ان، چرا این حرفا رو میزنن؟ اینا مجبورن مقابلم که نیستن، چون همه بانده اونجا هستن همونه. اینا مجبورن چون میبینن تو جامعه چه تأثیری میذاره، میبینن چه اثراتی میتونه داشته باشه، مجبورن چیکار کنن؟ این حرفا رو بزنن. ولی پس برای واقعیت اینه که این اولین تأثیرش کجا بوده بوده؟ دومی تأثیر تو درون خود رژیم، باندای رژیم، اینم هم متأثر از همون چیه؟ تأثیر اجتماعی که میذاره. خب اینا بالاخره دعوا دارن سر سهم قدرت، سر قارت. شما میبینین حتی باندهای داخلی، باندهایی که با خامنه‌ای هم سر این چیه؟ دعواشونه که کی بره کی نره، یعنی حسابی همدیگه رو میشورن میذارن که در دست همدیگه رو میکنن. این مجلس مثل مجلس یک دست سازی شده بود، تازه یک دست سازی شده به قول شما بود، ولی اینا هم این حقوقا میدن. دقیقاً 222 تا 225 نفرشون همین مجلسی که فعلی هست مال ما همین باندن. یعنی دیگه اکثریت که چه هست کردن 80% مال اینن، ولی همین اینا متاثر از همین وحشت این تضاد میزه رو درونشون، دعوای سهم خواهی برای قدرت و قارت دارن، این میزه توشون. بنابراین عواقب این از تاثیر این عواقب اجتماعی این جنگ توشون چی میشه؟ تشدید میشه که الان هم داریم میبینیم از همگی دست رو میکنن. یکیشون نوشته و یوم تبل سرائل و ما له من قوت برا ناصر، همه آیه قرآنه که خیلی یه روزی که اصلا افشا میشه که هیچ یار و یاوری وجود نداره. آره اون روز میبینن این روز معلومه چه روزیه. برحال پس برابری اینم یک نکته. سوم داستان دور زدن تحریم هاست. خب آجون دنیا داره میبینه در برابرش این با مشاهدگرها بفهمن که این تحریم هایی این کارهایی که اینا میکنن با اونا میکنن، بالاخره اونایی که منافع مستقیمی سر این با رژیم ایران ندارن، یعنی رسانه ها و یه سری ارگان ها، خب اینا میشه جلوشون. داستان چیه؟ پس این رژیم داره چیکار میکنه؟ مسئله که بارها مقاومت اینا گفته بابا این رژیم این کارو میکنه، دور میزنه و این پول میریزه تو حلقوم سرکوب، میریزه تو حلقوم سپاه پاسدارانش، میریزه تو حلقوم جنگ طلبیش، میریزه تو حلقوم نیروهای عرض کنم نیابتیش تو جنگ و این کارو داره میکنه و این پول چرا به رژیم میدین؟ خب الان میبینن اینا کاملا چیه در درون رژیم مشخصه. اصلا جنایات و تروریسم رژیم یک آبشخور حقوقی داره، اونم اونجاست که اینا دور میزنن، یعنی نهادینش کردن، قانونیش کردن و بازم و به قول معروف کردن پیش میبرن. خب اینم لازمه این روی تاثیراتی که بیرونی داره و مسائلی که ایجاد میکنه برای رژیم، رژیمی که در تنگناست و در برابر تحریم قرار داره، خب اینم تاثیر زیادی روش داره. بنابراین میفهمه، یعنی میدونه، دنیا میفهمه که آقا داستان از کجا سوراخ همون جاییه که مقاومت ایران چه دست گذاشته. بنابراین اون چیزی که تا حالا منتشر شده
در این زمینه ها به طور خلاصه میشه گفت که باستاب داشته، تاثیر داره و رژیم رو قطعا متاثر میکنه. خیلی ممنون از شما از تصویری که دارید به ما از افشای این اسناد و تصویری گذاشته. سپاسگزاریم از حضورتون در این گفتگو.